آلبالو پلو همون غذای خوشگل و خوش رنگ و خوشمزه‌ایه که باید تا فصلش میشه اونو درستش کنید. چه بهتر که مهمون داشته باشید و سفره و غذاتون از یک نواختی در بیاد. تا یادتون نرفته ویدیو رو لایک کنین. بریم تا درستش کنیم. احتیاج داریم به یک عدد پیاز. اون رو به این صورت خردش میکنیم. آلبالو پلو اصالت ایرانی و شیرازی داره، ولی خب همه جای ایران به صورت فصلی درست میشه، چون که آلبالو یه میوه فصلیه. اون رو میشه با مرغ یا به صورت کوفته قلقلی های گوشت چرخ کرده که بهش کله گنجشکی هم میگن سرو کرد. امروز من تصمیم دارم آلبالو پلو رو با مرغ زعفرونی درست کنم. کف تاومون روغن میریزیم و پیاز هایی که به این صورت خرد کرده بودیم رو بهش اضافه میکنیم. یه مقداری رو حرارت بمونه تا سبک بشه. برام تو کامنت ها بنویسیم ببینم آلبالو پلو دوست دارین؟ اون رو با مرغ درست میکنین یا با کوفته قلقلی؟ اینجای کار باید بهش زردچوبه، پول ببر و مقداری فلفل سیاه اضافه کنیم. مقداری همش میزنیم تا ادویه ها کاملا با پیازمون مخلوط بشن و بوی ادویه ها بلند بشه. حالا تیکه های مرغ رو روی پیازمون قرار میدیم تا طلایی بشه. شما میتونید اگر خواستین که آلبالو پلوتون رو با مرغ درست کنین، از سینه مرغ هم استفاده بکنین و اون رو ریش ریش کنین و به این صورت مرغ تیکه‌ای استفاده نکنین. حالا نوبت اضافه کردن زعفرونه. یک لیوان آب جوش بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا بپزه. حالا نوبت قسمت اصلی غذاست، آلبالوها. آلبالوها رو خوب شستیم و آماده هسته گیریه. به هر روشی که تونستیم و بلد بودیم هسته آلبالوها رو جدا کنیم. من از هسته گیر استفاده کردم. اونایی که ویدیوهای منو دنبال میکنن با دیدن هستگیر یاد چی میافتین؟ آفرین، ویدیوی شربت آلبالو. سوتی آخرشو دیدین؟ اگر ندیدین لینکشو براتون قرار میدم توی دیسکریپشن، بریم ببینینش. میتونین از سیخ چوبی یا خلال دندون هم استفاده بکنین و به این صورت هسته رو از آلبالوها جدا بکنین. اگر تا اینجای ویدیو ازش لذت بردی ممنون میشم که اون رو لایک کنی. این کار به دیده شدن ویدیوی من خیلی کمک میکنه دوست خوبم. برای عضویت در کانال من دکمه سابسکرایب و زنگوله کنش رو فعال کنید. آلبالوها رو داخل تابه میریزیم تا مقداری حرارت بهش بدیم. میتونید بهش شکر اضافه بکنین تا یه مقداری شیرینیش بیشتر بشه. میتونیدم اصلا این کار رو انجام ندین. من یک سیب زمینی رو به این صورت رنده کردم برای تهدیگ آلبالو پلو. هر تهدیگ دیگه ای دوست داشتین میتونین استفاده کنین. آلبالو رو زیاد هم نزنین، زیاد رو حرارت نمونه تا شکلش رو از دست نده.
مقداری از آب آلبالو رو برمی‌داریم تا موقع دم گذاشتن روی برنجمون بدیم تا خوش رنگ‌تر بشه. برنجمون رو به روش آبکشی درست می‌کنیم. برنجی که از قبل خیس کردم رو به آب در حال جوش اضافه می‌کنم. یه مقداری باید برنجمون رو زنده برداریم. من تهدیکم رو قرار دادم، برنج و آلبالوها رو لایه لایه ریختم. متاسفانه دکمه دوربین من روشن نبوده. حالا توی این قسمت اون آب آلبالو رو روی برنج میدیم. آلبالوی من آلبالوی پرورشی بوده، به خاطر همین زیاد رنگ نداره. اگر از آلبالوی سنتی استفاده کنین خیلی رنگ آلبالو پلوتون خوش رنگ تر میشه. آماده میشه برای دم گذاشتن. آب و روغنش رو هم میزون میکنیم. آخر پخت یه مقدار دیگه زعفرون به مرغمون اضافه میکنیم. اگر تا الان عضو به کانال من نشدین دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو فعال کنین. میتونین از خلال پسته و خلال بادوم برای دیزاین آلبالو پلوتون استفاده بکنین. آلبالو پلو خیلی خوشگل و خوشمزه است و میتونه میز غذاتون رو برای مهمونی ها خیلی ویژه و هیجان انگیز کنه. بازم ممنونم تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. دوباره به کانال من سر بزنین. خدا نگهدار.